درود به همگی گویز به کانال پوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید و شب رو با آرامش بخوابید و صبح درخشانی رو شروع کرده خواهید بوده باشید. مرسی که اومدید، مرسی که حمایت میکنید، مرسی که لایک میکنید، مرسی که سابسکرایب میکنید، مرسی که کامنت انگلیسی میذارید ساباتون نریزه. از این به بعد اونایی که ساب جدیدن حتما رو زیر بنویسن که نیو سابسکرایب یا سابسکرایب جدیدیم. از بین اونا میخوام یه حرکت خفن بزنم، سابسکرایب کنید راوت تو 100K. به زودی به این هدف میرسیم، ولی هدف اصلی 13 از کدوم ور باید بگیرم واسه شما درست چه نمیدونم 13 میلیونه. شاید دست نیافتنی باشه، ولی پوتک یه سری برنامه ها تو ذهنشه. امسال شاید نشه، ولی نیمه وسط های امسال یا سال بعد قراره انجام بده و من به این 13 میلیون میرسم و بعد میمیرم. I'm done، تموم شد و رفت. دارم جدی بهتون میگم. عشق منید، ویدیو امروز در مورد اینه که چی جوری بتونیم باز هم از طریق اینترنت پول در بیاریم با سرمایه صفر، یعنی از صفر چجوری برسیم به 50. عشق، بریم ما هم ویدیو رو ببینیم. خب بچه ها، همونجوری که میدونید تو پارت 1 این قسمت که تو قسمت علامت تعجب هست، ما در مورد این توضیح دادیم که چجوری بتونیم تو هفته 700 دلار به دست بیاریم. 700 دلار باید تمام نکاتی که گفتیم رو رعایت می‌کردید تا بتونید به اون قیمت برسید، ولی در کل میتونید پولی رو در بیارید. 700 دلار ماکسیمم قیمتی بود که از سایت‌های پیش میشد در آورد. اگه کسی اون ویدیو رو ندیده میتونه از قسمت علامت تعجب بالا سمت، اگه از اون ور منو ببینید بالا سمت چپ من میتونید ببینید، روش کلیک کنید و اون ویدیو رو ببینید. ولی امروز سایت‌های دیگه ای رو واسهتون آوردم و میخوام براتون معرفی کنم سایت‌هایی که کمی آسون‌تره و دو تا راه حل خفن دارم که چجوری اسپاتیفایتون برسه به 400 تا فالوور. بریم اولین سایت زیبا رو براتون معرفی کنم، سایت شماره 1 جینیوس. اکثرا این سایت رو میشناسید، سایتیه که متن‌های آهنگا توش میشه پیدا شد، یعنی اسم خواننده مورد علاقتون رو می‌نویسید، آهنگاش میاد به علاوه متن‌هاش. ولی تو این سایت زیبا چی جوری میتونیم پول در بیاریم؟ بچه‌ها این سایت جینیوس، امیدوارم جینیوس خونده شه دیگه، یه زمانی بهش میگفتم جنیس حالا نمیدونم. بچه‌ها این سایت خوراک لیریکا و متن‌های آهنگاست، ولی چی جوری ما از این سایت بتونیم پول در بیاریم؟ همونجوری که توی صفحه میبینید، وقتی صفحه رو میدیم پایین 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 تا ته ته، یه جا نوشته جابز، زیر لایسنسینگ یه جا نوشته جابز، رو جاب کلیک میکنید. همونجوری که میدونید جاب شغل هاست، یعنی از چه مشاغلی ما میتونیم تو این سایت پول در بیاریم. وارد یک جایی میشید کار کردن در جینیوس، اینجا لیست چه کارهایی میتونید کنید و نوشته و میتونید دونه دونه بخونید. اگر توانایی، یعنی اون استعداد خاص یا اون توانایی رو دارید که میتونید این کار رو انجام بدید، روش کلیک کنید. ولی اگر هیچ توانایی ندارید، مهم نیست، به هیچ جاتون نباشه، نه دانش میخواد نه توانایی، یک ذره که میایم پایین تر نوشته لیریکس اسوسییت. تو قسمت لیریکس اسوسییت میتونید متن آهنگای خواننده های دیگر رو بنویسید و پول در بیارید به هر زبونی. حالا چجوری شما درآمدتون تو این قسمت بیشتر میشه؟ رسیدیم به دوباره توانایی، یعنی شما اگه زبونهای بیشتری بلد باشید پول بیشتری به دست میارید. فکر کنم بیشترین پول نسبت به زبان جامائیکاییه، فکر کنم باید تو قسمت زبانهاش بخورید. بچه‌ها رو این قسمت که کلیک کردید یه فرمی براتون میشه کل توضیحاتو داده، اینکه باید چه چیزهایی داشته باشید که بتونید پول در بیارید. تو قسمت اپلای فور جاب اسم همه چیتون رو مینویسید، این فرمو به طور کامل پر میکنید، وقتی پر کردید رو سابمیت اپلیکیشن میزنید. تو این سایت میتونید ساعتی بین 15 دلار تا 30 دلار درآمد داشته باشید. ولی فکر نکنید این سایت مثل اسپاتیفای، مثل یوتیوب اونجوری نیست که هزاران دلار به شما پول بده. این سایت هایی که براتون معرفی میکنم نباید اولویت اول زندگیتون باشه. چرا؟ سن کمتری دارید، مشغول درس خوندن و مدرسه رفتنی، میتونه اولویت اولتون باشه. ولی برای کسایی که دنبال پولن، اینا باید اولویت های دوم باشه، یعنی وقتی که خونه ای با استفاده از این سایت ها بتونی پول بیشتر، پول بعدی یا بیشتری رو به دست بیاری. اولویت اول باید هدف اصلیتون باشه. هدف اصلی شما نمیتونه این باشه که توی اینترنت شغل اینترنتی داشته باشید، ولی این شغل اینترنتی میتونه هدف های بعدیتون باشه، چون یک انسانی که دنبال درخشش در آیندهشه همش باید دنبال یک کاغذ باشه. متاسفانه دنیای الان دنیای این کاغذه و اون چیزی نیست جز پول. سایت شماره 2، سایت شماره 2 که میخوام براتون معرفی کنم. بچه‌ها همینجور که شما میدونید ما تو دنیا دو نوع آدم داریم،
اولین آدم‌ها، آدم‌های تنبل در حال چیپس خوردن، فیلم دیدن، پلی‌استیشن بازی کردن، گشتن تو نتفلیکس. دومین آدم‌ها، آدم‌هایی که فقط به دنبال پول، کار، خوندن هستن. چنین آدم‌هایی تو دنیا فقط به این فکر می‌کنن که آینده درخشانی داشته باشن. تو ویدیو قبل خیلی توضیحات دادیم که چقدر باید با آینده‌تون فکر کنید، چقدر آینده شما مهمه، چقدر نباید جوری باشید که 10 سال بعد هنوز از تو جیب پدر و مادرت میخوری. شرم بر شما. بهترین حس دنیا وقتی که به جای اینکه تو از بابات پول بگیری تو به بابات پول بدی. چقدر زیباست، جدی دارم میگم. سنتون بره بالاتر اینو بیشتر درک میکنید. و اما سایتی که میخوام بهتون معرفی کنم، اینستا جی سی. همونجوری که میبینید ما الان وارد این سایت هستیم. برای شروع باید در این سایت ثبت نام کنید. وقتی که ثبت نام کردید به راحتی میتونید شروع کنید به پول درآوردن. این وبسایت ریتینگ خیلی بالایی داره، A مثبت. ولی چی جوری میتونید از این وبسایت پول در بیارید؟ این وبسایت با هزاران تا عضو فعال که روزانه دارن از توش پول در میارن. یعنی دقیقاً 1 دقیقه بعد از ثبت نام میتونید شروع کنید به پول در آوردن. با دانلود کردن اپ، کلیک کردن، انجام دادن نظرسنجی که تو این سایت هست، انجام یک سری وظایف خاص، نگاه کردن به ویدیو میبینی، اپلیکیشن دانلود میکنی، کلیک میکنی، پول در میاری. ولی باید وقت داشته باشی. یعنی تو روز وقتتو میذاری روی این سایت چندین ساعت و میتونی از این سایت پول کسب کنی. یک روش دیگه ای هست که از این سایت میتونی پول در بیاری، اینوایت کردن آدمها، آشنایان، دوستان مختلفت به این سایت. یعنی تو حسنی، میری اکبر رو میاری، از طریق اکبر کمیسیون میگیری. اکبر میره اسخر رو میاره، اسخر و اکبر به تو کمیسیون میدن. اسخر میره کوکب. وای بچه ها، کوکب رو یادم رفت. اونایی که از ساب قدیمی، من قدیمی که نه، جدید کوکب رو میشناسن. کوکب یکی از خوبای روزگاره. به زودی خفن‌ترین رپ بتل رو میخواد کوکب کنه. باورتون نمیشه. حالا واسید ببینید کوکب قراره چیکار کنه تو رپ بتل. خلاصه میتونید، کوکب میره حسنا رو میاره، از طریق حسنا پوچه ازوایی گفتم پول میگیرید. امروز حتی تو این ویدیو اگه تا آخرش ببینید میخوام بهتون یاد بدم چجوری 400 تا فالوور اسپاتیفای بگیرید و تو ویدیو قبل گفتم آهنگ گوش بدید پول در بیارید و شروع کنید و اینکه چجوری یک جا هزاران تا آدم رو دعوت کنید به این سایت ها و از طریق اون هزار تا آدم پول در بیارید، آدمایی که حتی نمیشناسید. اینجا میبینید که یک کاربر یک بار 750 دلار تونسته از این سایت در بیاره و یک بار 1200 دلار. ولی تو چند ساعت؟ توی 40 ساعت. توی 40 ساعت 2000 دلار مساوی با 42 میلیون تومان درآمد داشت. یکی دیگه از خوبی‌های این سایت اینه که از طریق ارزهای دیجیتال پول شما رو میده. یعنی به غیر از پیپال و ویزا و همه اینا، ارزهای دیجیتال مهمترین چیز الان که همه ماشاءالله ETH دارن و هر چی بگی دارن دیگه. سایت شماره 3 کراود سرف. بچه‌ها این سایت دقیقاً مثل جینیسه، ولی با یک کمی تفاوت. بچه‌ها سایت جینیوس یک کمی باید تجربه داشته باشی، ولی این سایت برای بی تجربه ها هم هست. یعنی شما بدون هیچ تجربه‌ای میتونید وارد این سایت شید. تو این سایت با نوشتن متن، مثل متن موزیک، مثل متن یک مکالمه یا در متن هر چیزی میتونید درآمد کسب کنید. نکته مثبت این سایت اینه که خیلی به عضواش احترام میذاره و خیلی خوب ساپورتشون میکنه. دقیقاً کاریه که ایران خودرو نمیتونه کنه. برعکس ایران خودرو و شرکت‌های دیگه در این ایران، این شرکت خیلی به مردمش، یعنی عضوهاش، احترام میذاره. اگه تنبلید یا گشاد اصلاً نگران نباشید. حال تایپ کردن ندارید؟ فدای یه تار موت، نزار شیطان بیاد روت. This is very good. میتونید توی این سایت حرف بزنید و وقتی حرف میزنید پشت میکروفون تایپ میکنه. سایت شماره 4 سوپر پی می. ما الان وارد سایت سوپر پی می شدیم. همونجوری که میبینید این سایت تقریبا حدود 4 میلیون دلار تا الان به ممبراش پرداخت کرده. این چیزی که دارید اینجا میبینید. از طریق پیپال و ارزهای دیجیتال و تنگو و آمازون هم میتونید پولتون رو دریافت کنید. خیلی راحت در این سایت جوین میشید و وقتی که جوین شدید خیلی لطف بزرگی میکنن، 20 سنت بهتون میدن تا اونجایی که فکر میکنم. کاری که این سایت میکنه دقیقاً مثل اینستا جی سیه. کلیک کنید، اپ دانلود کنید، ویدیو ببینید، موزیک گوش بدید. سایت شماره 5 ارن ابلی. الان دقیقاً تو همین سایت ارن ابلی هستید. شما از طریق این سایت میتونید یه سری پوینت ها جمع کنید و از طریق این پوینت ها میتونید تبدیلش کنید به پول و میتونید پول کسب کنید. این سایت هم با روش‌های مختلفی پولتون رو پرداخت میکنه. واسه همین اصلا نگران پرداختیاتون نباشید. این سایت هم دقیقاً مثل اینستا جی سیه. کلیک، ویدیو، دانلود، اپ. از طریق این سایت هم میتونید پول به دست بیارید. شاید بگید که چرا پول یا پوتک 3 تا سایت شبیه به هم معرفی کرده. خیلی راحته. اگه شما یک بقالی داشته باشید درآمد بیشتری کسب میکنید یا 3 تا بقالی.
چه مزالی بود، ولی قشنگ بود. ولی فکر کنم جای بقالی باید چیز دیگه رو میگفتم. خب 100% تو سه تا بقالی درآمد بیشتری کسب میکنید دیگه. اگه جنستون رو به یک بقالی بفروشید بیشتر درآمد کسب میکنید با سه تا بقالی. خب سه تا بقالی، الانم بهتون سه تا بقالی معرفی کردم، تو سه تا درآمد بیشتری کسب میکنید. درسته باید وقت بیشتری صرف کنید، ولی کار همین است. بیشتر پارشو بیشتر دریافت کن. نمیتونی بشینی خونت رو دوشک بگی که خدا پولو برسان. یعنی کی میشه من متکامو بردارم 100 هزار دلار زیرش باشه؟ هیچ وقت. بیا. و اما رسیدیم به جای حساس ویدیو. اول از همه میخوام بهتون یاد بدم چجوری تو این سایت ها آدم هایی رو دعوت کنید و از طریق دعوت آنها پول دریافت کنید. ماکسیموم تو 100 تا دوست داری، 10 تاش که تو پارکن، 10 تا دیگه‌اش که بعضی وقتا جوابتو میدن، 2 تاش ماکسیموم صمیمیتن. درسته، ولی یک سایتی هست که دقیقاً به شما یاد میده که چی جوری دوست آدمایی که نمیشناسید رو به این سایت دعوت کنید. متاسفانه این سایت هزینه ورود به این سایت 1 دلاره. یعنی حتما باید 1 دلار هزینه کنی تا بتونی تو این سایت عضو شی. چیز زیادی هم نیست، 1 دلار 21,000 تومان فکر کنم. بچه‌ها الان وارد این سایت شدم. بچه تو این سایت اولین ویدیوشو ببینید همه چی رو متوجه میشید که چقدر قشنگ تو این ویدیو توضیح میده که شما میتونید تا ماکسیموم 852661 نفر رو اینوایت کنید. اینا دلیل برای نیست که حتما تو همون روز بیان، توی مدت زمان خاص میان. این سایت این کارو انجام میده که مثلا تو یه پستی رو تو تیک تاک میذاری، از طریق این سایت میتونی که 900 هزار نفر عضو این سایت رو دعوت کنی بیان پست تو ببینن. با سند و مدارک و همه چی تو این سایت هست میتونید برید ببینید. یهو 900 هزار نفر توی مرور زمانی خاصی میان پستتو میبینن. در این حال تو هم میری پست اونا رو میبینی. چجوری اسپاتیفایتون رو بکنید 400 نفر؟ بچه ها همونجوری که میدونید من یک چنل دیسکورد دارم که لینکش تو دیسکریپشن هست. این چنل دیسکورد منه. ما تو روز اول 12,000 نفر عضو شدن. نمیدونم رکورد خوبیه یا نه واسه دیسکورد، ولی همونجوری که میدونید یک بار در مورد این چنل توضیح دادم. تو قسمت اینفورمیشن همون اول یک جایی هست به اسم اسپاتیفای. فقط کافیه که تو این قسمت بیاین و لینک اسپاتیفایتون رو اینجا بذارید. همونجوری که میبینید تعداد زیادی آدم لینک های اسپاتیفایشون رو اینجا گذاشتن. وظیفه شما چیه؟ باید برید کسایی که لینک های اسپاتیفایشون رو اینجا گذاشتن رو فالو کنید. روزانه 10 تاشون 20 تاشون هر چقدر وقت داری، وقت زیادی رو نمیگیره، اینا هم میان شما رو فالو میکنن. هر روز باید به این آدم های جدید رو فالو کنید. قراره با کمک هم، با فالو کردن اسپاتیفای هم، همتون برسید به 400 نفر تا مشکل بزرگتون که فالوور بود یعنی داشتن اسپاتیفای حل شه. از این طریق راحت میتونید این کارو کنید تا همتون به 400 تا برسید و بتونید با گوش دادن موزیک پول در میارید. لینک دیسکورد تو دیسکریپشن هست. ما خیلی کارهای خاص خفنی داریم. یوتیوبرهای جدید میتونن بیان اینجا پستای یوتیوبشون رو پست کنن، نه تو قسمت اسپاتیفای. یوتیوبرها باید تو قسمت سلف پروموشن پست کنن. میتونید جوکاتون رو بذارید، میماتون رو بفرستید، چت کنید، ویدیوهای خنده‌دارتون رو بفرستید. وقتی من ویدیو جدید می‌ذارم تو قسمت یوتیوب نوتیفیکیشن میاد. قوانین اینجاست. یه قسمتی داریم به اسم رپ بتل. بچه‌ها دارن تو وایس بازی می‌کنن، فیلم سینمایی استریم می‌کنیم. تو قسمت رپ بتل می‌تونید رپاتون رو بفرستید. من هر شب گوش می‌دم تنهایی. یهو دیدی از یکیتون خوشم اومد و به ادمینام گفتم اینو بیارید کارش دارم. خب گایز میرسیم به معرفی فیلم. فیلمی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم 22 جولای. این فیلمو اگه ندیدید خب ببینید و اگه دیدید دمتون گرم. دیگه دارید زیاد به من تیکه میندازید تو قسمت معرفی فیلم. من دیگه هیچی نمیگم. فیلم قشنگیست. من دیدم خیلی لذت بردم. اشکتونم در میاد. حالا رسید به کامنت ها. کامنت هایی که امروز قراره بخونیم با. کامنت شماره 1. دوست دارم تمام آرتیست هامون شخصیتشون مثل تو باشه. فان. امیدوارم بچه‌ها حمایت کنن. همه آرتیست‌ها شخصیتشون خوبه، تو این قضیه شک نکنید. هر کی یه جور با زندگیش کنار میاد. خیلی از آرتیست‌ها که شاید شما در موردشون فکر بد کنید، شخصیت خیلی خوبی شاید داشته باشن. خیلی‌هاشون هم شاید در موردشون فکر خوب کنید، شخصیت خیلی بدی داشته باشن. با آهنگاشون لذت ببرید تا شخصیت‌هاشون. و اینکه الان تلگرام پیام اومد یاد بازی دیشب افتادم، رئال باخت. ما باختیم، بعدم باختیم و هازارد خندید و این اصلا تو هیچ جای من فرو نمیره. یعنی اگه هازارد فصل بعدی تو تیم باشه من دیگه بازی‌ها رو نگاه نمی‌کنم. کامنت شماره 2. حاضرم نصف عمرمو بدم یه روز با هم بگذرونیم. لازم نیست عشقم، سنت رفت بالا. اگه پاسپورت داری که هیچ. سربازی رفتی کادر، بیا اینجا خودمون دوتایی. میریم کلاب با هم. کامنت آخر. آقا سوال من این بود که با روسری بازم ویدیو ضبط می‌کنی یا نه؟ عزیزم اون روسری نبود. یکی میم ساخته بود. آقا اوکی پوتک روسری از کجا تو اوکراین رفته؟ وایس. خب درود بچه‌ها. ببین اون روسری نبود، اون تیشرته. این یک تیشرت
خانگیه. میبینید این روسری نیست، من با استعداد خاص و نهفتم تبدیل به روسریش کردم. تمام شد و رفت. مرسی که ویدیو رو دیدید. عشق من، ویدیوتون نره لایک کنید، سابسکرایب، کامنت. دم تک تکتون گرم. مرسی از همه حمایتاتون. امیدوارم این ویدیو باز هم بتونه به شما کمکی کنه. اگه اینجور ویدیوها رو دوست دارید میتونم موضوعی مختلفی رو روش مانور بدم، چون در این مورد من خیلی اطلاعات دارم، چون خیلی تحقیق میکنم میتونم خیلی از اطلاعاتی که دارم رو بهتون بدم، چون بعضی اطلاعاتشون رو پیش خودشون نگه میدارن. خب که چی، به همه بگو در کنار هم زیبا و دیدنی زندگی میکنیم و سپری میکنیم. به پدر و مادر همیشه احترام بذارید، همیشه دنبال پول و هدفتون باشید، در کنار احترام عشق منید. هر وقت خواستی در مورد کسی قضاوت کنی، آروم تو دلت به خودت بگو مگه من کیم؟ اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.